بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ولا تنقضی عجائبه لانه کل یوم فی شأن من احداث بدیع لم یکن. خب مشخص و معلوم شد که تفکر در ذات احدیت جز الحاد چیزی رو نتیجه نمیده، اما تفکر در افعال الهی بسیار راه باز و مندوب و نیکوست و هرچه انسان بیشتر در این راه قدم برداره توحیدش قوی تر میشه و معرفتش به خداوند متعال بیشتر میشه. چرا؟ چون حضرت فرمودن چرا ما عجایب خلقت خدا را نمیتونیم بفهمیم؟ اصلا ما هم به کنار، اصلا عجایب خلقت خدا تمام نمیشه. فرض کنید هیچ آدمی هم در عالم نباشه که بخواد معرفت حاصل کنه. اصلا با صرف به نظر از اینکه ما بخوایم عجایب صنع خدا رو بفهمیم یا نفهمیم، اصلا عجایب صنع خدا تمام نمیشه. چرا؟ چون هر آن و هر لحظه خداوند متعال فعل جدیدی داره، خلق جدیدی داره، عوالم جدیدی خلق میکنه. لانه کل یوم فی شأن، چون خدا هر روز یعنی هر آن هر لحظه در شأن جدیدی است. چه شأنی؟ اینکه احداث میکنه، خلق میکنه، میآفریند امور جدید و بدیعی را که قبلا نبود. خب اینجا درست باز برخلاف مکاتب فکر و اندیشه بشری و فلاسفه و عرفاست. چرا؟ چون اولا که حضرت می فرمان خدا هر روز در شأن جدیدیست، در شأن جدیدیست، و دو رقم میشه معنا کرد. یکی این که بگیم نگاه کن این دریا هر روز یک قیافه جدید داره، یک موج جدیدی داره، یک روز طوفانیه، یک روز آرامه، یک روز بخاره، یک روز ابره، یک روز بارانه. خب این میشه خود ذات دریا شؤونه و مراحل مختلف داره. لانه کل یوم هو فی شأن، که قرآن میفهمد کل یوم هو فی شأن، این شؤون یعنی افعال خدا، یعنی باری تعالی هر روز شأن جدیدی دارد از باب خالق بودن و خلق کردن عوالم جدید و اشیاء مفصل و عوالم گوناگون، نه اینکه ذات خدا صورت های مختلف جدید داره. من احداث بدیع لم یکن. خب پس این بحث حدوث عالم، این که خداوند متعال کل عالم رو ایجاد کرده و هر روز هم داره خلق میکنه و میافزاید، نه اینکه ذات خدا به صورت‌های مختلف در بیاد. بنابراین پس عجایب خلقت هیچگاه تمام شدنی نیست. الذی لم یولد فیکون فی العز مشارکا. کسی فکر نکنه که ذات باری تعالی از چیزی پیدا شده. مثلا باران از ابر پیدا میشه، ابر از بخار پیدا میشه، بخار از دریا پیدا میشه. کسی فکر کنه که همیشه همینجور خدا از یه چیز دیگه پیدا شده. باز این متاسفانه عقیده فلسفه و عرفانه که اونها اصلا عالم را ازلی میدونن. میگن ببین هر مرغی از تخم مرغ و هر تخم مرغی از مرغ، هر درختی از هسته و هر هسته از درخت، هر موجی از دریا و هر دریایی از ابر و باران و نمیدونم این حرفا،
عالم همیشه ازلاً بوده است و پیوسته صورش عوض میشه. همین رو میگن واجب الوجود، همین رو میگن چی؟ حقیقت ذات خدا. خب حضرت میفهمن این که همون تولد دیگه. اگه قرار بود که خداوند متعال از چیزی پیدا بشه، خب با اون چیز مشارک بودن، هر دو بعد خدا می بودن، هر دو بعد نمیدونم خدمت شما شد در عزت و شرافت و قدم و همه این حرفا با همدیگه شریک می بودن. نه الذی لم یولد، خدا از چیزی پیدا نشده که شرافتش مانند پدر یا منبع صدور باشه. این که عالم از ذات خدا صادر شده، عقل اول صادر شد، بعد عقل دوم و فلک اول، بعد عقل سوم و فلک دوم، تا رسید به فلک خدمت شما شد نهم و عقل دوم، عقل دوم عقل فعالت کل عالم رو ایجاد کرده، تدبیر میکنه. اینها همش اوهام و خیالات خلاف عقل و برهان و شریعتیه که متاسفانه کسانی ساختن که اصلا با ادیان ارتباطی نداشتن و توسط سیاست‌های بازیگر دشمن اسلام مانند امویه‌ها و عباسی‌ها هم داخل در اسلام شد و اهل بیت هم با این عقاید به شدت مبارزه کردند و البته در طول مدت عده‌ای هم فریفته این حرف‌ها شدند و اونها را پذیرفتند بدون اینکه متوجه بشن خلاف مبانی عقل و برهان و اسلام. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافع. اللهم إني أسألك بعلمك كله. پس ذات احدیت اینجوری نیست که از چیزی پیدا شده باشد برخلاف نظر فلاسفه و عرفا، و الا خدایی که جزء و کل زمان و مکان نداره یک موجودی میشد مانند پدر، مانند منبع صدور، مانند اون چیزی که از اون پیدا شده. طلا از معدن طلا پیدا میشه، لذا عزت طلا با عزت اون معدن طلا در نظر اونهایی که براش خیلی دنبال میدونن یکی هست. و اما ذات احدیت ذاتی است که اصلا از چیزی پیدا نشده که بخواد شبیه او پیدا بشه. ولم یلد فیکون موروثاً هالکاً، و خدا تبارک و تعالی چیزی هم از او پدیدار نشده. حقیقت ولادت چیه؟ حقیقت ولادت این است که یک شیء کلش یا جزءش به صورت دیگه پیدا می شود و در واقع کل اون والد و جزئی از آن، کل آن یا جزئی از آن داره از بین میره. مثلا یک گوسفندی ما داریم، این گوسفند فرض کن که 50 کیلویه، این از غذاها نطفه ها و و و اینها استفاده میکنه میشه 52 کیلو. همون گوسفند 50 کیلویی شده 52 کیلو. بعد چی میشه؟ بعد یک بره از این به دنیا میاد. خب در واقع چی شده؟ یعنی اون 52 کیلو یک دو کیلو از او جدا شد، جزی از او تبدیل شد به صورت بره. این میشه حقیقت ولادت. و در ابرباران هم همینه. ابری که فرض کنیم مثلا 1,000,000 تن باشه در آسمان، خب 100 تنش باران میشه میریزه، میگیم این با قطرات باران از اون ابر ولادت یافته. در واقع ولادت همین تغییر و تبدل و تجدید و ترکیب دیگه، حالت جدیدی از همون شیه. یا کلش شما فرض کنید که 1 کیلو آب رو توی یخچال میذارید میشه 1 کیلو یخ، میگیم این یخ از اون آب متولد شده. 1 کیلو آب انگور را میذارید میشه سرکه، میگیم این 1 کیلو سرکه از اون آب انگور چی شده؟ به دنیا آمده، متولد شده. پس حقیقت تولد جزء و کله. و وقتی که 1 کیلو سرکه از 1 کیلو آب انگور از 1 کیلو سرکه متولد میشه، در واقع اون آب انگوره چی شد؟ از بین رفت، هالک شد، وجودش به ارث سرکه رسید. ما توی مثلا فرض کنید یه نفر که از دنیا میره، اموالش میرسه به بچه هاش، اینجا خود اون طرف مرد، اموالش به ارث رسید به فرزندانش. این ارثیه که تو حالا توی مثلا فقه و این حرف بحث میکنیم. یه وقت نه، کل وجود به ارث برده میشه. مثلا یک ابر 100 تنی میشه باران 100 تنی. خب چی میشه؟ در واقع کل وجود اون ابر موروث شد، یعنی به ارث قطرات باران داده شد و حالکه از بین رفت و به جاش باران موجوده.
بنابراین اگر خدای تبارک و تعالی میخواست چی بشه؟ چیزی از او پیدا بشه، مانند گوسفندی که بره از او جدا میشه، مانند ابری که قطرات باران تطور او میشه، مانند دریایی که امواج از او حاصل میشه. خب خود خدا داره وجودش به ارث میره و از بین میرود. خدا چیزی را از خود پدید نیاورده، جزئی از ذات احدیت جدا نشده، ولادت در ذات خدا نیست. قرآن میفرماید لم یلد و لم یولد، نه چیزی از خدا پدید آمده، نه چیزی از خدا پدید آمده و نه خود خدا از چیزی پدید آمده. درست نقطه مقابل فلسفه و عرفان است که میگن چی؟ که میگن کل عالم تطورات خداست و هر چی میدیم ذات خداست و خداست که به صورت هر چیزی در میاد. این در واقع همون عقیده ولادتی که اسمش عوض شده و به اسم صدور یا ظهور یا تجلی و این حرفا گفته میشه. البته ببینید فلاسفه حرفایی دارن، گاهی میگن تجلی، گاهی میگن صدور، گاهی میگن ظهور، گاهی میگن آیت، گاهی میگن نمیدونم تشکیک، گاهی میگن مراتب، گاهی میگن حسست. حرفای مختلف میزنن، الفاظ مختلف، تعبیرات مختلف دارن، اما حقیقت عقیده شون یه چیز بیشتر نیست. خدا یک چیزی مثل دریا، اشیاء امواج و خدمت شما شاید که مرواریدهای توی دریا، جزء و کل، خلاصه اسما رو عوض کردن. اما وقتی که در شریعت و در مکتب عقل و برهان گفته می شود که عالم آیت خداست، یعنی مخلوقی است که نشانه است بر علم و قدرت وجود خدا و آفریدگاری خدا، نه اینکه آیت یعنی نشانه جزی از او، حسه از او، تطوری از او. وقتی میگن مثلا خدا در مخلوقات تجلی کرده، نه اینکه ذات خدا به صورت اشیاء آمده که فلسفه و عرفان میگه، نه، بلکه خدا وقتی که میگیم مثلا مرحوم صدوق در این کتاب برای ما تجلی کرده، یعنی علم و قدرت خودش را در این کتاب نشانه ما داده، نه اینکه ذات مرحوم صدوق به صورت ورق و صفحه و کاغذ و جوهر و مرکب در آمده. اینا عقاید باطل فلاسفه و عرفا است. پس آیت بودن، تجلی بودن، ظهور بودن، اگر هم اینا رو ما در شریعت داشته باشیم، باید همیشه به معنای خالق و مخلوق بگیریم، نه به معنای ذاتی که به صورت‌های مختلف در میاد. ولم یلد فیکون موروثا هالکا، خدا چیزی از او پیدا نشده که ذات خدا از بین رفته باشه و به صورت جدیدی ظهور کرده باشه. ولم یقع علیه الاوهام فتقدره شبحا ماثلا، هیچ وهمی بر خدا واقع نمیشه. امام علیه السلام فرمود انک قد تدرک به وهم کستند و الهند و البلدان التي لم تدخلها. تو با اینجا که میشینی کتاب رو میبینی، در رو میبینی، دیوار رو میبینی، انسان رو میبینی، اما میشینی چشمتون میبندی با فکر و اندیشت هند و سند و مریخ و ماه و خورشید و پشت خورشید و کهکشان ها رو تخیل میکنی، ولی فرقی نمی کنه چه آنچه می بینی، چه آنچه توهم می کنی، دارای شکل و صورت و اجزا هستند و خدا اصلا جزء درش نیست، لذا قابل درک نیست. می فرماید لم یقع علیه الاوهام، وهم و فکر و اندیشه هم حتی، حس و لمس که بماند، چشم و رؤیت عین که بماند، حتی تفکر و اندیشه و وهم و تخیل هم از خدا نمی تونه چیزی بسازه و بر خدا واقع بشه. و الا چیه؟ فتقدره یا فتقدره شبحا مثلا، اگر این کار رو بکنه از خدا هم یک شکل و قیافه کوچک مثل بت یا بی‌نهایت وسیع مانند بت فلاسفه ساخته. ولم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا، چشم هیچگاه خدا را نمی‌بینه، خدا با چشم دیده نمیشه که تا مقابلت هست ببینی، وقتی رفت پشت دیوار او را نبینی. اگر قرار باشد خداوند متعال با چشم دیده بشه، با حس و لمس دیده بشه، خب خدا میشه یک موجود دارای اجزا، و هر موجودی که دارای اجزا باشه، این اجزا باشن هست، این اجزا نباشن نیست، پس میشه قابل وجود و عدم، پس میشه حادث، پس میشه ممکن، و حتما باید یک خالقی داشته باشه که اگر او هم اجزا داشته باشه و زمان و مکان داشته باشه، دو مرتبه به این بلا گرفتار میشه و محتاج به خالق دیگه میشه. ولی اگر او متعال و از جزء و کل و زمان و مکان باشه، نمیشه بگیم خب قبلا که نبود
کی به وجودش آورد؟ بگی قبلا چیه؟ اتنی قبل خدا قبل بعد نداره. ففرق بها بین قبل و بعد لیعلم ان لا قبل لا ولا بعد. خدا اصلا اشیاء رو خلق کرده، زمان باش آفریده شده، زمان رو با اشیاء خلق کرده، خودش قبل و بعد نداره. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. يا رب يا قهار اسمع دعائي واجب ندائي بالهادي المختار وبالأيجائي وبالزهراء فبحقهم يا متعال أحسن ما بي أحسن ما بي.